در تاجیکستان حجاب، عقیقه، واخوری تنتنوی حاجیان و عزاداری رسماً ممنوع است. مهاجران در روسیه، خبرکشی یا اینکه دپارتاسیه؟ حکم نوبتی برای رعایه نمودن اسلام. سنه 23 آگوست از طرف وکیلان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان با قانون درباره به تنظیم درآوردن رسم و آیین ها تغییر و اضافه ها درآورده شد. شخصان واقعی و حقوقی مجبورند که خصوصیت های مدنیت ملی را رعایت نمایند، با زبان دولتی حرف بزنند و لباس ملی بپوشند. گفته شده است در تغییرات قسم 4 پریم 1 ماده 14 قانون مذکور. همین طور رژیم رحمان پس از 2 سال مبارزه علیه پوشیدن حجاب که در نوبت خود باعث ناراضگی ها در جامعه گشته است، ممنوع بودن پوشیدن لباس زنانه اسلامی را رسما قانونی گردانید. برای ویران نمودن بند قانونی مذکور چاره های جزا تعیین گردیده است، گفت رئیس کمیته پارلمانی آیین به مساله های آیلوی و حفظ اجتماعی شهروندان هلال بی قربانزاده. این چنین او قید نموده است که روزهای نزدیک از طرف حکومت تاجیکستان آید پوشیدن لباس ملی دستوری مخصوص طرح‌ریزی کرده می شود. اشتراکچیان مجلس 11 تغییرات و اضافه ها به قانون درباره به تنظیم درآوردن رسم و آیین ها با یک آواز توصیب نمودند. جالب دقت است که تغییر اضافه ها این چنین دیگر مراسم های دینی را نیز ممنوع می گرداند. از جمله مراسم جشن قربانی کردن به خاطر فرزنددار شدن یعنی عقیقه، واخوری تنتنوی حاجیان پس از برگشتن از حج یعنی آش حاجیان، از جمله مراسم عزاداری گذراندن نیز منع است. غیر از این منبعد گذراندن معرکه های ختنه پسر بچگان یعنی توی سنتی نیز منع کرده می شود. مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی در روسیه با مشکلات روبرو گشتند. اکنون کارمندان فسب از آنها طلب دارند که از بالای همدیاران خود خبرکشی نمایند. شهروند تاجیکستان شیرین جان قلندروف را در ایستگاه مترو 2 مرد نامعلوم با لباس شهروندی بازداشت نمودند. آنها خود را همچون کارمندان فسب روسیه معرفی نموده، حجت ها و تلفن موبیلی او را دیده برآمدند. حجت هایم کمبودی نداشت و از تلفنم یگان چیزی کریمینالی دریافت نگردید. پس از این آنها مرا به یک کنج برده رقم تلفنیم را نویسته گرفته، به من گفتند که من بعد من به آنها در خصوص مهاجران همدیار شبهناک خبرکشی کنم. خبرکشی کنی پول میگیری، گفتند آنها. وقتی که من رد نمودم آنها به تهدید کنی گذاشتند و به من 1 هفته مهلت دادند تا اینکه در خصوص تکلیفشان فکر کنم، گفت شیرین جان. وقتی که شب او به همدیارانش آیدی حالتی شده گذاشتن نقل نمود، معلوم گردید که نه تنها به او تکلیفی زیرین داده شده است. رئیس تشکیلات اتموس در شهر مسکو کریم جان یاروف میگوید که کسانی که به تکلیف کارمندان فسب آید خبرکشی از بالای همدیارانش رد میکند، آنها به مهاجران با دپارتاسیه تهدید مینمایند. تای چند روز اخیر 8 مهاجر از تاجیکستان با چنین تهدید از طرف کارمندان فسب به من نقل نمود. خصوصا به ما برای کمک حقوقی نمودن شهروند تاجیکستان مراجعه نمود که به نزدیکی از شهر تولا به مسکو گذشته آمده است. کارمندان فسب به او همکاری کردن را تکلیف نمودند. او این تکلیف را رد کرده است. حالا باشد به او دپورتاسیه شدن از روسیه تهدید شده استاده است، حالانکه حجت هایش کمبودی ندارد. ما به دادگاه مراجعه کردیم تا اینکه در چارچوبه قانون مسئله زیرین مطرح شود، گفت یاروف. بقیده کارشناسان جلب کنی مهاجران از طرف خدمات های مخصوص روسیه کیها باز عملی گردانیده می شود.
ولی پس از دستگیر شوی یک گروه مهاجران سنه 14 آگوست که گویا در تشکیل ترکیش ها در منطقه شهر مسکو گمان برند، جلب کنی مهاجران خیلی افزوده است. یادرس میکنیم که سنه 14 آگوست با عیبی بافته شده یک گروه شخصان برای تشکیل نمودنی ترکیش ها دستگیر شدند که 3 نفری آنها سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف شهروند تاجیکستان می باشند. در ناحیه باباجان غفوری ولایت سغد جمهوری تاجیکستان، ساکن محلی 32 ساله عبیدالله شریپوف برای رعایت نمودن اسلام به مدت 5 سال محکوم گردید. دادگاه ناحیه باباجان غفوروف عبیدالله شریپوف را عیبدار دانسته، با ماده 307 پریم 3 قسم 2 تشکیل فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی یا دینی یا دیگر تشکیلاتی که نسبت آن از جانب سود قرار اعتباری قانونی پیدا کرده در باره برهم دادن یا منع فعالیتش با سببی به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده است، کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان محکوم نمود. طبق گفته های سودیه، شریپوف ماه می سال 2017 از طرف کارمندان اداره کمیته دولتی امنیت ملی ولایت سوغ دستگیر شده است. در رفت مرافعه سودیه نگردید که محکوم شده سال 2014 با خواهش خود به صف جرایان دینی ممنوع شده در تاجیکستان سلفیه همراه شده تا وقتی دستگیر شویش با تشویقات دینی مشغول بوده است. Gracias.